I watch movie as a hobby. من وقت آزادم و یا سرگرمیم فیلم دیدنه. من سرگرمیم یا سرگرمی من فیلم دیدنه. Yes, I do. I watch movie as a hobby. خط سوم interesting. جالبه. How about you, Samira? Samira شما چطور؟ Well, I love reading. من عاشق مطالعه هم. من عاشق مطالعه هم. Really? واقعا؟ What sort of things do you need? Do you read? Sort اینجا به معنی موضوع مطلب چه موضوعی رو میخونی بیشتر؟ چه موضوعی میخونی؟ چه عنوانایی رو بیشتر میخونی؟ books, magazines, sport news on the net and sometimes points. book یعنی کتاب، magazine روزنامه، مجله، sport news مجله های اخبار ورزشی در نت، در اینترنت. و گاهی اوقات شعر. پویمز یعنی شعر. پس شد کتاب، مجله، خبرهای ورزشی در اینترنت و گاهی اوقات شعر. And how about you, Mrs. Imami? خانم امامی شما چطور؟ این را سوال از خانمشون دارم میپرسم. Actually, I don't have any hobby. راستش من خیلی وقت آزاد ندارم. خیلی سرگرمی خاصی ندارم. But I usually go to the gym in my field. اما معمولا وقت آزادم رو میرم باشگاه. وقت آزادم رو ورزش میکنم. On my free time یعنی وقت آزادم. جیم هم که گفتی میشه باشگاه. یک بار دیگه گوش بدی. Do you have any hobbies, Zahra? Yes, I do. I watch movies as a hobby. Interesting. How about you, Samira? Well, I love reading. Really? What sort of things do you read? Books, magazines, sports news, on the net, sometimes poems. And how about you, Mrs. Imami? Actually, I don't have any hobbies, but I usually go to the gym in my free time. اما پرکتیس درس، پرکتیس درس میخونه، من معنیشو میگم، حتما معنیشو بنویسید، چون باید شما حتما سی دی که باز من صدایی که ضبط میکنید حتما پرکتیس وان و پرکتیس تو رو با معنی واسم بخونید و ارسال کنید. خواهشی دارم فقط مکالمه نباشه، مکالمه رو بخونید، معنیشو بگید، پرکتیس هم بگید. ببین تلفظ درستش خیلی مهمه، حالا برای اینکه شما بعد بتونن تلفظ تو خونه حل مشکلشو حل کنن، من سعی میکنم سی دی صوتی درس هفت و هم مکالمهش هم پرکتیس یک و دو رو برای آقای منشی‌زاده بفرستم، براتون توی کانال قرار بده که بتونید استفاده کنیدش و قبل اینکه انسانسه خودتون رو ضبط کنید چند بار گوش بدید. یکی دو روز کار میبرد. درست آقای ساعت و نوت گفتن که باید زود بفرستید اینا رو، مشکلی نداره. حالا تا آخر هفته هم نظر من مشکلی نیست، چون من آخر شب معمولا غروبا تلگرام هم چک میکنم، افرادی که فرستادن اسامیشون رو یادداشت میکنم، تو دفتر خودم هم علامت میزنم و براشون مثبت میذارم. اونایی که درس شیش رو نفرستادن بازم دارم تاکید میکنم حتما بفرستن که مثبتش رو بگیرن و درس هفت که بعد سوا بفرستن، یعنی شیش رو بفرستن بگن این مال شیشه،
حالا با یه مقدار فاصله درس هفتم بفرستن که دوتا مثبتشون رو بگیرن. حالا درس 4 3 و 2 هم ان شاء الله جلسه های بعد خودم زمانش رو مشخص میکنم برای دوره. بریم پرکتیس درس هفت رو گوش بدید، صفحه 55. Do you have any hobbies? Yes, listening to stories on the radio. میگه آیا سرگرمی داری؟ میگه بله، داستان‌های رادیو رو گوش میدم. Do you have any hobbies? Yes, listening to stories on the radio. میگه آیا سرگرمی داری؟ میگه بله، من پیام‌های رادیو رو گوش می‌دم. داستان‌های رادیو. استوری یعنی داستان. داستان‌های رادیو رو گوش می‌دم. What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. میگه سرگرمی چیه؟ میگه من سرگرمی فیلم دیدنه. سرگرمی من فیلم دیدن. دیدن فیلمه. سرگرمی شما چیست؟ میگه سرگرمی من دیدن فیلم. What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. Do you like reading? Yes, very much. میگه آیا مطالعه رو دوست داری؟ میگه بله خیلی. Do you like reading? آیا خوندن رو دوست داری؟ Yes, very much. آیا مطالعه رو دوست داری؟ میگه بله. گفتیم reading برای کتاب‌های داستان، شعر و مجله و اینا به کار میره، روزنامه. برای درس خوندن مثل کتاب ریاضی، علوم، زبان، جغرافی و درس درسی استادی به کار میبرن، استادی میگه. بعد فعله حسی هم مثل like، مثل see، مثل look، مثل hear، شنیدن و اینا باید فعل دوم اگه میخواد به کار ببره فعل ing بده. این حالا یه مطلبی هست که من بعداً گرامرش رو خواهم گفت. تا دیگه. What's your hobby? I enjoy searching the web. میگه سرگرمی شما چیست؟ میگه من از گشت و گذار در اینترنت لذت میبرم. میگه من از سرچ در اینترنت لذت میبرم. What's your hobby? I enjoy searching the web. خب پرکتیس تو رو گوش بدین. What do you do in your free time? I go horse riding. I play tennis. I usually go shopping. سته اول برای سوال یک آورده. میگه وقت آزادت چیکار میکنی؟ میگه سوارکاری میکنم. میرم سوارکاری. میرم سوارکاری یا میرم از سواری. تنیس بازی میکنم. تنیس بازی میکنم. معمولا خرید میرم. حالا میتونه همه این کارا رو انجام بده، میتونه یکیشو انجام بده، اشکالی نداره. چند مدل رو بده. What do you do in your free time؟ وقت آزادت چیکار میکنی؟ I go horse riding. میرم سوارکاری. I play tennis. تنیس بازی میکنم. I usually go shopping. Go shopping خرید میرم معمولا. What do you do in your free time؟ I go horse riding. I play tennis. I usually go shopping. What do you like to do in your free time? I walk in the park. I like playing computer games. میگه شما دوست داری وقت آزادت چیکار کنی؟ میگه برم پیاده روی تو پارک. واک اینجا یعنی قدم زدن، پیاده روی کردن. پیاده روی در پارک و همچنین دوست دارم بازی کامپیوتری انجام بدم. وقت آزادت رو دوست داری چیکار کنی؟ من دوست دارم تو پارک قدم بزنم، پیاده روی در پارک و دوست دارم بازی کامپیوتری انجام بدم. و دوست دارم بازی کامپیوتری انجام. خب
یک بار دیگه پرکتیس ها رو گوش بدید. Do you have any hobbies? Yes, listening to stories on the radio. What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. Do you have any hobbies? Yes, listening to stories on the radio. اولی میگه علاقت چیه؟ سرگرمی چیه؟ میگه گوش کردن داستان‌های رادیو. What do you do as a hobby? I watch movies as a hobby. میگه سرگرمی چه سرگرمی داری؟ میگه بیشتر سرگرمی دیدن فیلم. Do you like reading? Yes, very much. علاقه به خوندن داری؟ میگه بله، خیلی زیاد. What's your hobby? I enjoy searching the web. میگه سرگرمی چیه؟ میگه سرچ کردن در اینترنت دوست دارم. What do you do in your free time? I go horse riding. I play tennis. I usually go shopping. وقت آزاد چیکار میکنی؟ میگه سوارکاری میکنم، تنیس بازی میکنم، معمولا میرم خرید. What do you like to do in your free time? I walk in the park. I like playing computer games. میگه چیکار میکنی وقت آزاد تو؟ میگه قدم میزنم تو پارک و گاهی اوقاتم و دوست دارم بازی کنم بازی کامپیوتری. صفحه 56 رو نگاه کنین. یه مکالمه، قبل که مکالمه رو بخونم یه سری لغت داره. این لغت‌ها رو من بخونم. reading مطالعه کردن، walking the park قدم زدن تو پارک، listen to the radio گوش کردن به رادیو، watch movie دیدن فیلم، shopping یا go shopping خرید کردن، رفتن به خرید، playing tennis بازی تنیس، playing computer game بازی کامپیوتری، horse riding سوارکاری. یه مکالمه آورده صفحه 57 که در مورد حرف جیه. البته بیشتر در مورد حرف اینگیه. اینگی آخر بعضی از فعلا میاد صدای اینگ میده. گوش بدین، من بعدا معنیشو میگم. Excuse me, how do you say ing in reading, playing, and searching? Oh, there is no g at the end. Say reading, playing, and searching. Thanks. How about browsing? How do you say it? That's browsing. ببینید میگه جی رو خیلی غلیظ نگید، مثلا ریدینگ، پلینگ، سرچینگ. گه رو نمیگه انگار، میگه ریدینگ، پلینگ، سرچینگ، مثل رینگ. گه گفته میشه، نه اینکه گفته نشه، ولی خیلی ضعیفه، خیلی خیلی ضعیفه. بیشتر انگار مثلا شما نمیشنوید. یه بار دیگه گوش بدین، مثلا ریدینگ و پلینگ و سرچینگ رو ببین چجوری میگه. Excuse me, how do you say ing in reading, playing, and searching? Oh, there is no g at the end. Say reading, playing, and searching. Thanks. How about browsing? How do you say it? That's browsing. ببینید میگه ببخشید ing چگونه تو آخر reading, playing و سرچینگ بگیم. یه گیه رو نگید، at the end یعنی در آخرش گیه رو نگید. reading, playing, search. ببخش. میگه متشکرم. حالا browsing یعنی سرچ کردن در اینترنت، browsing. پس ing رو خیلی غلیظ نمیگیم. خب ببینیم لغت های جدید این درس، گوش بدین.
11 تا لغت جدید جو آورده. البته من این لغت ها رو پی دی افش کردم و پی دی افش واسهتون میذارم. Magazine. مجله. Walking in the park. قدم زدن تو پارک. Walking in the park. Watching movies. دیدن فیلم. Watching movies. Fishing. Fishing. ماهیگیری. Skiing. اسکی. Skiing. Playing computer games. بازی کامپیوتری. Playing computer games. Listening to the radio. گوش کردن به رادیو. Listening to the radio. Listening to the radio. Working in the garden. کار کردن تو باغچه یعنی گلکاری. Working in the garden. کار کردن تو باغچه یا باغ. Sports news. Sports news. میشه خبرهای ورزشی. Going to the movies. رفتن به سینما. Going to the movies. رفتن به سینما. Browsing the internet. یه براوزینگ یعنی گشت و گذار، همون سرچینگ. براوزینگ یعنی گشت و گذار در اینترنت. Browsing the internet. Going to the movies. Sports news. Working in the garden. Listening to the radio. Playing computer games. Skiing. Fishing. Watching movies. Walking in the park. Magazine. خب علاوه بر حالا این مکالمه که باید شما بخونید، من لغت‌های درسم لغت‌های درسم به صورت پی دی اف براتون قرار میدم. این لغتی که الان شما میبینید یه ذره از لغتی که الان خود کتاب خوند یه ذره بیشتره. مگزین، مجله، هابی، سرگرمی، پوینتس، شعر، فیشینگ، ماهیگیری کردن، اسکین، اسکی کردن، اسپورت نیوز، اخبار ورزشی، براوزینگ در اینترنت، گشت و گذار در اینترنت، گاردن، باغ، مووی، فیلم، واکینگ، پیاده رفتن، شاپینگ، خرید کردن، نت، اینترنت، اینجوی، لذت بردن، استوری، داستان، یوزوالی، معمولا، آلویز، همیشه، سامتایمز، گاهی اوقات، نیور، هرگز، Actually در حقیقت soft قسمت یا اون چه بخش هایی گفتیم میخونید sort of the free interesting جالب free time وقت آزاد really really واقعا often عقلا. خب این چهار خطی که الان شما میبینید اینا لغت های درسه. این لغت ها رو باید توی دفترچه لغتمنیتون وارد کنید. خب الان چون وقت این نیست که شما بتونید اینجا بنویسیدش اینا رو، من اینا رو به صورت پی دی اف در خدمت آقای منشی‌زاده می‌فرستم براتون، زحمت می‌کشن و فایل صوتی و این مطلب رو حتما براتون قرار میدم. اما سوای این بریم سراغ کتاب کار.
صفحه 41 کتابخونتون رو باز کنید. ما درس 6 رو حل کردیم، در مورد آب و هوا بود بیشتر مطلبش. حالا در مورد سرگرمی ها 41. در کلاس درس زبان انگلیسی دبیرتان به شما دو فلش کارت تصویری و نوشتاری داده است. مشخص کنید هر یک از فلش کارت های نوشتاری مربوط به کدام از تصاویر است. یعنی شما باید عکس ها رو به نوشته های پایین وصل کنید. ببینید یه مربع کوچولو توی اون قسمت کتاب کارشو بیارم. بله، اگه الان دقت کنید شما اینجا مشاهده میکنید، باید این کلمات پایین رو زیر این تصویر اسب، کوهنوردی، قدم زدن در پارک و بازی تنیس، ماهیگیری و خرید کردن انجام بدید. خب تصویر اول میگه که سوارکاری. سوارکاری میشه شماره 3. شما توی این کادرش اگه 3 بذاری کافیه. از 3 رو بنویس. خب تصویر بعدی رفتن از کوه. بالا رفتن از کوه میشه شماره 5. یا عدد 5 رو اینجا بنویسید. climb a mountain. mountain climbing. بهش رو نخونید. climbing. بازی تنیس یا پینگ پونگ. playing پینگ پونگ. شماره 6 میشه. ماهیگیری هم go shark fishing. میشه 4. و میونه خرید کردن go shark. 2. پس اینجوری شد 3, 5, 1, 6, 4, 2. سوال بعد دقت کنید. میگه در کاربرگ زیر علاقمندی های خود را مشخص کنید. ما خب همونجور که تو کلاس میبینید اینا یسانوش رو باید تیک بزنیم، ولی ما فقط میگیم معنی اینا رو بلد باشید کافیه. هابی هم فری تایم اکتیویتی، فعالیت های سرگرمی ها و فعالیت های وقت آزاد. اکتیویتی یعنی فعالیت. پلی فوتبال بازی فوتبال. پلی تنیس بازی تنیس. سویمینگ شنا. اینا معنیش اگه خواستید میتونید بنویسید. بازی فوتبال، بازی تنیس، سویمینگ، شنا، گو شاپینگ، خرید کردن، پلین کامپیوتر گیم، بازی کامپیوتری، ریدینگ استوری بوکس، خوندن کتاب داستان، گوینگ تو ده جیم، رفتن به باشه. پس شما معنی اینا رو بلد باشید تیک زدنشون با خودتون دیگه.
سوال سه رو نگاه کنید. نشید در صفحه از یک مجله آموزشی داخل به آموزشی داخلی به زبان انگلیسی از شما خواسته شده سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت خود را علامت بزنید. میزان علاقمندی خود را از شماره 5 بسیار زیاد تا 1 بسیار کم در جدول زیر مشخص کنید. ببینید این شما باید اگه مثلا علاقه داری 5، اگه علاقه نداری 1، اگه 50-50 مثلا 3-2-4 تیک میزنید. اما تیک زنش مهم نیست، باز معنی لغت رو بدونید مهمه. معنی لغت ها رو بنویسید. Hobby and free time activity، فعالیت های اوقات فراغت و وقت آزاد. اوقات فراغت و وقت آزاد، اکتیویتی فعالیت های اوقات فراغت و وقت آزاد. واتچینگ تی وی، تماشای تلویزیون. پلیینگ پینگ پونگ، بازی پینگ پونگ، تنیس رو میز. واکینگ این دی پارک، قدم زدن در پارک. حتما معنیشو بنویسید. گو تو دی مووی یا سینما، رفتن به سینما، رفتن به فیلم. Listen to the radio، گوش کردن به رادیو. Reading newspaper یا مگزین، خوندن روزنامه مجله. Fishing، ماهیگیری. Working in the garden، کار کردن در باغ یا باغچه. خب میریم صفحه بعد، صفحه 44. صفحه 44، سوال 4 میگه دبیر زبان انگلیسی کاربر گرایی رو نمیده و از شما خواسته تا سرگرمی ها و فعالیت های اوقات فراغت مناطق شهری و روستایی رو مشخص کنید. مناطق شهری رو با سی، مناطق روستایی رو با وی، یعنی ویلیج یا سیتی حرف اولشونه. سرگرمی های مشترک، یعنی فعالیتی هست که هم تو روستا هست هم تو این با کلمه وی سی. اینش مهم نیست، باز معنی کلماتش مهمه، اصلا تیک زدنش مهم نیست. شما باید معنی کلمه رو بیشتر بدید. خب هابی اند فری تایم اکتیویتی، فعالیت های وقت آزاد و سرگرمی. ورکینگ این دی گاردن، کار کردن در باغ. خب این مال روستاست، وی بذار. هاوس رایدینگ، سوارکاری، سوار اسب شدن. هم تو روستا از هم تو شهران، تو شهران بعضی مواجا پیست سوارکاری رو بردن، ولی بیشتر واسه روستاست میشه گفت. فیشینگ میشه جایی که رودخونه داره، بیشتر میشه روستا. واکینگ تو این دی پارک، قدم زدن تو پارک، مال شهر. گو شاپینگ، رفتن به خرید، بیشتر مثلا هم شهر هم روستا. تو بالاخره تو روستا مغازه دارن دیگه، حالا اگه نداشته باشن فقط روستایی که مثلا خیلی کوچیک باشه، خب میان شهر، ولی بعد بیشتر روستا دارن دیگه، خودشون فروشگاه اینا زدن. ویزیت ریلیتیوز، هم تو روستا هم تو شهر. حالا ما گو شاپینگ رو میگیم شهر، رفتن بخرید. ویزیتینگ ریلیتیوز، میشه دیدار خویشاوندان. براوزینگ در اینترنت، گشت و گذار در اینترنت، که هم تو روستا میشه هم تو شهر. با اینترنت دیگه، اینترنت گوشی هم شما همه جا میتونید. کلایمینگ، ماونتن کلایمینگ یعنی کوهنوردی، بیشتر توی دشت و کوه درستا میشه. ریدینگ پویمز، خوندن شعر. شعر هم روستا، کتاب دیگه، خوندن کتاب میشه توی روستا و شهر، هم مشترک. سویمینگ، شنا هم که بازم مشترک، اونا تو رودخونه شنا میکنن، شما تو استخر.
یه بار باز از بالا میگم برای کسی که داشتم مینوشتم و داشتم جا موندم، یکم آرومتر میگم. Working in the garden، کار کردن در باغ. House riding، سوارکاری. Fishing، ماهیگیری. Working in the park، قدم زدن تو پارک. پیاده روی در پارک. Go shopping، خرید رفتن. Visit relatives، دیدن خویشاوندان. Relatives گفتیم میشه خویشاوندان، فامیل. Visit هم یعنی visiting، یعنی دیدار کردن. میره دکتر visit. Browsing the internet، گشت و گذار در اینترنت. گشت زدن یا چرخیدن تو اینترنت. Mountain climbing، یعنی کوهنوردی کردن. Reading poems، یعنی خوندن شعر. Swimming، شنا. سوال بعد نگاه کنید، سوال 5 صفحه 45. کانون تربیتی منطقه آموزش آموزش شما در طول تابستان برنامه علمی فرهنگی به زبان انگلیسی نیز ارائه نمید. به منظور شرکت در این برنامه برای کاربری که زیر را کامل کنید. خب این کاربری که شما می نویسید چه فرست نیم، لست نیم، فادر نیم، نام، نام خانوادگی، نام پدر، ایج، سن، آدرس ایمیل، تلفن موبایل، تلفن منزل، آدرس، پلاک خیابان، تلفن خونه، فیوری، کلاس های مورد علاقه، چه وقتی میخوایی برید، چه کلاس هایی میکنی برید، کارا و فعالیت های مورد علاقه. خب من اینا به صورت لغت گفته شده. ببینید ما یه دستور عمل نوشتم، من در مورد امیرحسین خاوری نوشتم، نوشته فرست نیم، لحاظی که میبینید فرست نیمش امیر حسین، لست نیم خاوری، فادر نیم چی نوشته بودم ببینم، اکبر، ایج، این نمیده پسر خودم، ایجش 13 سالش بوده اون موقع که ما این نوشتیم. ایمیلم yahoo.com. حتی این ایمیل یه ذره ایراد داره، من ایمیلم یه چیز دیگه است، یه عدد دیگه، چیزی کلمه دیگه هم اینجا داره. تلفن همینجوری نوشتم 0591234567 8، این دیگه خیلی رونده. آدرس 18، این آدرس هم جعلی ها، فکر نکنم آدرس خونه ما پانشیم بیایی ما تو پردیس میشینیم این تهران پارس را نیفتی بیا اینجا. 11 عباسی استریت تهران پارس. خب بعد هوم نمبر، آدرس خونه، تلفن خونه، هوم تلفن نمبر، اینم معکوس 9876 987654 2 1 3 2 1 0. خب favorite class times، کلاس مورد علاقه تو انگلیسی ساعتش 5 تا 6:45 5 6:30 PM. favorite یا hobby، free time activity، فعالیت های مورد علاقهش، playing basketball، بازی basketball. حالا شما با توجه به سلیقه خودتون میتونید اینو کاملش کنید، اصلا نظر نداره که حالا مثلا حالا حتما نباید اینو بنویسید، من این به عنوان نمونه حل کردم. سوال 6 رو نگاه کنید، صفحه 46. یک جدولی آورده دبیر زبان شما کاربری به شما ارائه کرده است، یه سرگرمی فعالیت های اوقات فراغت خود و اعضای گروهتان، مثلا شما یه گروه دارین به اسم علی و امیر و خودتون،
سه نفری. یک گروه سه نفر است. اسم باید بنویسید که من نوشتم علی و امیر. سه تا سرگرمی و سه تا وقت آزاد. یه چیزی من در مورد سرگرمی و وقت آزاد های بدنیه، مثلا مثل ورزشی، باشگاه، آشنا، نمیدونم کوهنوردی، کاری که باید توش فعالیت ورزشی و انرژی زیادی بذارید در نظر ماهیچه ای. اما هابی بیشتر سرگرمی های نشستنیه، مثل کتاب خوندن، مجله خوندن، فیلم دیدن، نمیدونم رادیو گوش کردن. این کارهایی که بیشتر حالت تو خونه نشستن و اکتیو نیستیم، بپرین و اون و بپرین، بالا پایین نمیپرین، اینا رو هابی بهش میگن تو انگلیسی. اما کارهایی هستش که شما تو فعالیتایی هستش که توش مثلا دویدن و چه میدونم انرژی مصرف کردن های زیادی داره و جست و خیز داره اصطلاحا توش. اینا رو که هیجانش خیلی زیاد هم هست و هیجانیه، مثل بازی تنیس، بازی فوتبال، کوهنوردی، شنا، حالا بازی کامپیوتر ما آوردیم واسه بیشتر بچه ها بازی کامپیوترشون توش هیجان زیاد داره واسه شون. و اینو بهشون میگن فری تایم. خب جدول نوشته بالاش گروه ممبر، اعضای گروه و هابی، سرگرمی ها، فری تایم، وقت آزاد. ریدینگ بوک، خوندن رادیو. ریدینگ استوری بوکس، خوندن کتاب داستان. حالا یکیشو اینو ما بکنیم خوندن شعر که مثلا با اون زیاد چیز نشه. خواندن شعر پوینت، گوش کردن رادیو و خوندن. اما فعالیت های شما پلینگ تنیس، بازی تنیس، پلینگ کامپیوتر گیم، بازی کامپیوتری، پلینگ فوتبال، بازی فوتبال. اما سوال بعد، سوال هفت میگه به وبگاه مراجعه کردیم که وارد برای ورود از شما نام کاربری و گذرواژه میخواد، نمیدونم پسورد بخواد. برای ثبت نام لازم است سوالاتی را پاسخ دهید تا در صورت فراموشی از گذرواژه از طریق پاسخ به سوالات وارد وبلاگ شوید و این سوالات پاسخ. ببینید شما وقتی میخواییم دیجا برید مثلا عضو بشین، مثلا حالا ایمیل مثلا میخواید تو باز کنید، درست کنید برای خودتون، شما یه پسوردی برای خودتون میذارید. این پسوردی که شما میذارید حالا هرچی که هست، حالا عدد، اسم انگلیسی، فارسی، ماش با هم میشکنید. معمولا در پایینش میگه اگر یه موقعی مثلا احیانا مثلا چند سال بعد اومدی مراجعه کردی، یه مدت زیادی بود که مراجعه نکردی، پسوردتو فراموش کردی مثلا، پایین ها می نویسی فراموش کردن. فراموش کردنه که بزنی از شما یه سوالی می پرسه. سوالی که می پرسه معمولا چیزی که مورد علاقت اسم دوستت می پرسه، زمانی یا چیزی خاصه که مخصوص خودت می پرسه. این سوال رو شما قبلا روز اولی که اومدی تو این سایت عضو شدی ازت پرسیده، شما جواب دادی. این جواب توی چون سوال خیلی مطرحی بوده واسه تون، سوال هم خودت انتخاب کرده بودی اون بود. مثلا یه قضیه مورد علاقه چی، مثلا یه قرمه سبز. خب مثلا اگه مثلا من واژه‌مو فراموش کنم، میگه من واژه‌مو فراموش کردم، میخواد ببینه هویت شما درسته، میگه بگو ببینم قضیه مورد علاقه چی بود. مثلا شما دیگه قرمه سبز اگه درست بگیم، خب این همون آقاست که اینو فراموش کرده. پس به خاطر همین این سوالا اینجوری میپرسم. سوال اول پرسیده واتس یور فیوریت فود، قضیه مورد علاقه چیه. مثلا ما نوشتیم که با حالا منم چی نوشتم، مثلا پیتزا. پیزا یعنی پیتزا. What's your hobby؟ سرگرمی چیه؟ میگه بازی کامپیوتری. خوندم. هرچی که دوست داری بنویسی. What's your favorite food؟ time ببخشید. What do you do in your free time؟ و
وقت آزاد چیکار میکنی؟ سوینگ، شنا میکنی. ببین اینا سوال هایی که باید شخصیه، خودت جواب بدی. حالا من اینا نوشتم، اگه شما همین هم بنویسید اشکالی نداره. اما سوال آخر، سوال آخر یه سوال کاملا شخصیه، اینو من توضیح بدم. معلم زبان شما از شما خواسته که جدول زیر رو کامل با جواب کوتاه سرگرمی های خودتون و اوقات فراغتتون بنویسید. اما قبل نوشتن لازم است که سریع بارش فکری جدول زیر رو پر کنید. ببینید شما مثلا بگید من شنبه چیکار میکنم، شما چرا همش که نمیشه بگید من میخوامم. کار متنوع من نوشتم که شما با دایره لغت های بیشتری آماده بشید. فری تایم اکتیویتی، فعالیت های اوقات فراغت. از بالا مثلا من از ساتردی شروع کردم، شنبه سمت چپ پایین میشه. Go to the English class. برم اینو کلاس انگلیس. Sunday سمت راست پایین. Go to the gym. میرم باشگاه. Monday روبروش بالا سمت راست، سمت چپ بالا. Monday دوشنبه watch TV. تلویزیون نگاه کن. Tuesday تو قسمت سمت چپ وسط. Tuesday میگه swimming میکنم، شنا میکنم. Wednesday پایین وسط پلین کامپیوتر گیم، بازی کامپیوتری انجام میده. Thursday پلین فوتبال، پنجشنبه فوتبال بازی کنم. Friday visit relatives، visit grandparents، میرم دیدن پدر بزرگ مادر بزرگم. relatives دیدن خویشاوندانم، فرق نمیکنه. سی ثانیه وقت میبریم. خب ببینید، حالا من بیشتر باز از آخر، چون این 4-5 دقیقه آخر دوباره من مطلب رو که اول ساعت گفتم باز بگم. باز ما تشکر میکنم دوستانی که مطلب فرستادن، دیگه 17 نفر برای ما مکالمه درس 6 و پرکتیس درس 6 رو معنی خوندن فرستادن و تکالیف عید و حتی تصویرش رو گرفتن فرستادن. ما از اونها تشکر میکنم، اسمشون رو اول ساعت گفتم و یک کلیپ هم تهیه کردم. تو اون کلیپ هم حتی من اسمی رو گفتم و کلیپ برای آقای منشی زاده فرستاده شده. انشاءالله واسه تون قرار میدم و شاید هم قرار داده باشه، نمیدونم، چون من پیروز فرستادم. جمعه درس هفته ما تدریس کردیم لغتاش به صورت پی دی اف و فایل صوتی مکالمه درس هفت و پرکتیس درس هفتم انشاءالله من امروز برای آقای منشی‌زاده ارسال میکنم که دوستان لغت رو تو دفترچه لغت معنیشون حتما بنویسن، بعد مکالمه رو گوش بدن، پرکتیس رو گوش بدن. صوتی فجمی نداره، راحت میشه گوش بدن، رو کتاب وا میکنه، رو کتاب نگاه میکنه. ما درس خوندیم، معنی کردیم. شما باید زحمت بکشید. دوستانی که درس 6 رو ارسال کردن، خب دستشون درد نکنه، حالا درس 7 رو تو یک دو روز آینده حتما ضبط کنن، صداشونو هم مکالمه هم پرکتیس. قبلش حتما گفتم اسمتون رو بنویسید، مثلا توی تلگرام واسه من میفرستین، بعضیا با آیدی مثلا با گوشی پدر مادرشون میرن، بعد اسم خودشون بالای صفحه نیست یا نه فقط مثلا اسم کوچیکشون هست، من نمیتونم تشخیص بدم که این مطلب مال کیه. حالا سعی کنید، حتما سعی کنید که قبل از اینکه مکالمه یا پرکتیس رو ارسال کنید مثلا اونجا بنویسید سلام، من اسم خودتون رو بنویسید، من مثال زدم، مثلا شما بگید حسین شجاعی هستم و مکالمه درس، مکالمه و پرکتیس درس مثلا هفت رو ارسال میکنم. این متن، این خط رو مثلا تایپ کنید بفرستید، بعد اون مطلب صوتیتون رو مثلا بفرستید که حالا بعضی از دوستان زحمت کشن اولی که صوتشون میخواد مکالمه رو بخونه، میگه مکالمه درس مثلا هفت، اسم خودشون میگه، بعد شروع میکنم. اونم خب خیلی خوبه، اونجوری هم وقتی من دارم گوش میدم متوجه میشم که این مالک. حتما توی یکی دو روز آینده بفرستید، نذارید برای روزهای آخر. البته من تا چهارشنبه پنجشنبه چک میکنم، اسامی یادداشت میکنم، علامت میزنم. ببینید بچه‌ها، ما مثبت میدیم برای افرادی که کار انجام میدم و میفرستن. بعضی از دوستان گفتن حالا یه مقدار تلفظشون اشکال داشت که حالا فایل صوتی اگر گوش بدن تلفظ حل میشه. بعضی همون یک دم میرن سراغ ضبط کردن صدا، یعنی فکر میکنم همین الان مثلا کلاس که تموم شد بلافاصله شروع به ضبط کردن. اول باید دو سه بار بخونید، حتی اونایی که خیلی
آموزشگاه زبان رفتن و کلاسشون به قول خودشون سطح کلاسشون بالاست. اونا هم اشکال نداره، دو بار سه بار واسه خودت بخون بعد صداتو ضبط کن. مکالمه رو میخونی با معنی ضبط میکنی، پرکتیس یکو با معنی، پرکتیس دورم با معنی، در عرض میشه سه تا حالات صوتی یا حالات همه بعضیا همه رو توی کلیپ ضبط کردن، مثلا توی یه دونه یک سره همه رو خونده، اشکالی نداره، تیکه تیکه بخونی یا یک سره بخونی.